امروز یک شنبه ده همه سال 1394 هجری خورشیدی برابر با اول نومبر 2015 میلادی است. من فرهود هست. مافیای فساد اداری در معارف هراد نگرانی های جدی را به دنبال داشته است. مسئولان این اداره میگویند شبکه یک قوی در دستگاه معارف وجود دارد که ریشی فساد را از شهر تا ها گسترش داده است. سرپرست اداره معارف میگوید که مبارزه جدی با این شبکه را شروع کرده است. برخی نماینده های شورای ولایتی هراد هم تاکید بر معرفی افراد فاسد در دستگاه معارف این ولایت را دارند. محسن کریمی گزارشی دارد با هم بینیم از معاش آموزگاران تا کمک های مؤسسات یاری رسان به معارف بیشتر به جیب زورمندان و افراد فاسد در دستگاه این اداره می رود. اخیرا مسئولان اداره معارف هرات نسبت به این باره ابراز نگرانی کرده و ارزیابی های جدی را در این زمینه آغاز کردند. برخی نماینده های شورای ولایتی هرات هم می گویند در شماری از ولسوالی ها معاش آموزگاران نصف و نیمه به آنها می رسد و زورمندان و برخی آمرین مکاتب پول معلمین را حیف و میل می کنند. سرپرست اداره معارف هرات میگوید شبکه کلان فساد از گذشته در این اداره وجود داشته که هنوز به فسادکاری هایشان در معارف ادامه میدهند. ما گزارش های داریم از سال ۹۳ از برخی ولسوالی های که حتی کابل بانکی شده معاشات اینا که بعد از که معلم دریافت میکنه معاشر از کابل بانک یک کسی که با او کانکت و یک در ارتباط فساد قرار داره پول ما شور میگیره او چیزی که برای میده و چیزی که برای می خود میده و چیزی که, و چیزی که کس دگه. از سوی دیگر این فساد گسترده در سطح معارف سر و صده های, های شورای ولایتی هرات را هم به دنبال داشته است برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند لگام گسیخته فساد اداری زنجیرش حتی تا مرکز بسته است که مبارزه با این شبکه همکاری معلمین و مردم را میطلبد تا افراد اصلی فاسد در دستگاه معارف معرفی شوند نداره در حداقل در دو سال گذشته ارزیابی کنند فرد یک باسکل آماده و معارف حال متر 15 هزار دلار متری و ارزش داره و قیمت داره خب هیچ کار دیگری یعنی هم نداره اگر بگیم این تاجر بوده خب میگیم از پدر از سر رسیده چیز واضح است اگر بگیم که در پلی از میراس بوده فقط مدیری بوده در یک اداره و در طول یک سال دو سال حداقل موبایل یک لگفخنی قیمتی با این حال مسئولان کنونی معارف هرات میگویند شبکه فساد اداری در این اداره یک زنجیره قوی را ساختند که مبارزه با آن خیلی دشوار شده است سرفرست این اداره تاکید میکند که این زنجیر ریشه در مرکز دارد اگر نگران کننده تر بگم ما در ارتباط به وزارت معارف بگم شاید بخش های دیگه هم گپ خود داشته باشن حتی این نگرانی وجود داره که این ارتباط و کانکشن زنجیری تا مرکز وصل باشه, باشه. وقتی شما این مجموعه زنجیره رو به هم وصل کنین واضح هست که از ابتدا تا انتها دیگه مانعی وجود نداره هر جایی که شما مانع در واقع بگذارین توسط قوت بالاتر دور زده میشه معارف هرات تقریبا هفته هزار آموزگار دارد که در بیش از یک هزار مکتب به شمول تعلیمات اسلامی و تخنیکی مسئولیت تدریس نزدیک به یک میلیون دانش آموز را بر عهده دارند. اما مسئله دستپورت زدن به معاش آموزگاران در برخ ولسولی ها این روزها به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.